زماباد بر جان آن کس درود که داد و خرد باشدش تارو پود این تاریخ شماست داستان نیاکان شماست شما مهماندار واقعی این سفر هستید هرچه در باب فرهنگ و هنر و ادبیات این قوم بگم نشان از مردمان ایران داره و این فلات چه مهمانها و میزبانها داشته و داره از ترک و لور و بلوچ و افغان تاجیک و گیلک همه با تاریخی درخشان و تابناک بایاتی بخونیم یا دو بیتی لیکوی بلوچی بخونیم یا نغمه‌های فایز دشتستانی، منظومه کروغلو باشه یا فلکخانی تاجیک یا شعر بیدل، همه گویی در یک ارکستر بزرگ جهانی با گلوی از عشق می‌خوانند ما انسان برادر و دوستیم. بیاین تا با هم سری به دنیای اساطیر بزنیم. میخوام از یکی از کهنترین اساتیر بشری سخن بگم استوره و یا یلنامه گیلگمش دانشنامه بشر نخستین با داستانهایی مانند زندگی جاوید چشمه آب حیات درخت زندگی طوفان نو و بسیاری داستانهای دیگه که در این استوره آمده و از اونجا به دین و آینهای گوناگون راه یافته هماسه گیلگمش یکی از قدیمیترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستانه قدیمی ترین متون موجود مرتبط با این حماسه به میانه های هزاره سوم پیش از میلاد میرسه البته از این حماسه نسخه هایی به زبان های اکدی، بابلی و آشوری هم موجوده این حماسه در سال 1870 به وسیله جورج اسمیت ترجمه و منتشر شده ترجمه پارسی این حماسه هم به دست داوود منشیزاده و بعد توسط احمد شاملو صورت گرفته که در کتاب هفته چاپ شد و بعد نشر چشمه اون رو جداگونه به چاپ رسوند از کجا پیدا شد؟ در سال 1849 آستین هنری لایارد در ساحل روبروی موسل بزرگترین قصر نینوا مربوط به دوره آشوربانی پار رو پیدا کرد لایارد در دو تا تالاری که کشف کرد کتابخانه آشوربانی پار رو دید که 28 هزار لوح گلی بود در سوم دسامبر 1862 جورج اسمیت در انجمن آثار تورات یک سخنرانی کرد و ادعا کرد که در یکی از الواح کتابخانه آشوربانی پال داستان طوفانی رو خونده که شباهت بسیاری با داستان طوفان نو در تورات داره این الوا نشون میداد که بسیاری از داستانهای کتابهای مذهبی صده ها و بلکه هزاره ها پیش از اونها وجود داشته و ریشه در اساطیر قومی داره نه در آینهای مذهبی ریشه در داستانهایی داره که بشر برای گردش، چرخش، برآمدن و غروب کردن ستارگان و سیارگان ساخته ریشه در ناخداگاه و نادانی ترس و همچنین دانش بشر اولیه داره اما در مورد حماسی گیلگمش در این میان برخی نام جستجوگر و یابنده اصلی رو از یاد بردند هرمزد رسام باستانشناس آشوری بریتانیایی که دیپلمات بود و جهانگردی بود که الواح گلی حماسی گیلگمش کهنترین حماسی بشری و همچنین استوانه مشهور به لوح حقوق بشر کوروش رو در سال 1879 طی کاوش‌های باستانشناسی در میاندرود پیدا کرد. پدرش آنتون رسام معاون کلیسای آشوری و نام مادرش ترزا بود. او که از 19 سالگی کار حفاری در بناهای تاریخی عراق و به خصوص بابل رو شروع کرده بود در جوانی راهی بریتانیا شد تا تحصیلاتش رو در این کشور ادامه بده اما در همین مدت به استخدام مؤسسه باستانشناسی بریتانیا در اومد و از این مؤسسه معمولیت گرفت تا تحقیقات باستانشناسی خودش رو در بابل ادامه بده در سال 1258 خورشیدی یعنی 1879 میلادی استوانه های از گل پخته مشهور به لوح حقوق بشر کوروش به دست این باستانشناس پیدا شد که میدونیم امروزه در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری میشه اما این یلنامه گیلگمش از چی سخن میگه انسان ایرانی شش هزار سال پیش به چی می اندیشیده؟ چه پرسشهایی جان و جهانش رو دگرگون می کرده؟ گیلگمش داستان پرسش های فلسفی انسان نخستین و کوشش برای یافتن پاسخی برای اونهاست این نخستین دانشنامه فلسفی انسانه آفرینش چگونه بود؟ انسان از کجا پدیدار شد؟ خورشید، ماه و ستارگان در چه کارند؟ پهنای این جهان تا به کجاست؟ مرگ چیه؟ و آیا چگونه میشه جاودانه شد؟ قدرت چیه؟ و راز قدرت در چیه؟ گیلگمش تلاش میکنه تا پاسخی پیدا کنه. پرسش هایی که هنوز بسیاری از اونها با ماست در ناخداگاه ماست من ایرانی امروزی رو سامان داده رؤیاها و آرزوهای منه که از پس شیش هزار سال خودش رو نشان میده تا بگه که من کی بوده و کیستم و کجای این جهان استادم استوره میکوشه تا رازهایی رو بر من بنمایه رازهای دوران کودکی تاریخی من من فرزند اون روزگارم من چون اطلس این بار رو بر دوش میکشم من به نوعی گرفتار اون رؤیاها ترسها و آرزوها هستم برای رهایی از اسارت گذشته باید این کودک و دنیایش رو شناخت و با او بازی کرد زیرا اگر او رو نشناسیم و در نیابیم بی آنکه بدانیم برمیخیزه و بر شانه ما مینشینه و بند بر کتف و دست و زبان و اندیشه ما میگذاره بریم به دنیای استوره گیلگمش بر پایه فهرست شاهان سومر گیلگمش پنجمین شاه اوروک بود که امروز ما بهش عراق میگیم که در حدود 2700 سال پیش از میلاد در یک دوره 125 ساله بر سومریان حکمرانی میکرد اروک یکی از شهرهای باستانی میانرودان در جنوب عراق کنونی بوده هماسه معروف گیلگمش درباره این شخصه هماسه گیلگمش در دوازده لوحه حوادث این دوازده لوح به طور تیتروار چنین هست اول آفرینش انکیدو دوست گیلگمش و رفتن وی به شهر اروک پیدا کردن انکیدو به وسیله گیلگمش سفر انکیدو و بازگشت او نخستین رؤیای انکیدو برانگیختن شمش که خدای سوزان آفتاب گیلگمش رو به جنگ رسیدن اونها به جنگل های صدر مقدس نخستین رؤیای گیلگمش دومین دو رؤیای گیلگمش بازگشتن به اروک گفتگوی گیلگمش با ایشتار ایزدبانوی عشق جنگ گیلگمش و انکیدو با نرگا و آسمان و کشتن اون و جشن و شادی برپا کردن دومین رؤیای انکیدو بیماری انکیدو مرگ انکیدو و زاری گیلگمش بر او سومین رؤیای گیلگمش و سپس رو در راه نهادن گیلگمش در جستجوی راز حیات جاویدان و رسیدن او به دروازه ظلمات گفتگو با دروازبانان و به راه افتادن در دره های تاریکی رسیدن گیلگمش به باغ خدایان به کشتی نشستن و گذشتن از آبهای مرگ به دست آوردن گیاه اعجازآمیز به وسیله گیلگمش و اینکه مار سرانجام این گیاه رو میخوره بازگشت گیلگمش به شهر اروک عظیمت گیلگمش به جهان زیرین خاک و گفتگوی او با سایه انکیدو و سرانجام پایان کار گیلگمش گیلگمش نخستین تلاش انسان برای یافتن پاسخی به پرسش های اساسی فلسفی است نخستین دانشنامه بشر چند هزار سال پیش تصور بر این بود که این یلنامه در بابل در غرب ایران آفریده شده اما امروزه با کشف دهها تندیس و سنگ نگاره از ماجراهای این پهلوان باستانی در تمدن ارتا در سیستان میشه گفت که این استوره و یا یلنامه در ایران و در سیستان آفریده شده و سپس به سایر نقاط جهان رفته البته باید بگم که نسخه های دیگری از این یلنامه نیز پیدا شده این یلنامه نشانی از اندیشه های ایرانیان باستان است نشون میده که اندیشه های فلسفی تا کجا گسترش داشته میدان پرسش ها تا کجا بوده تماشای الواح سنگی این یلنامه و کتابخانه بزرگ نینوا در موزه بریتانیا بزرگترین گواه ریشه های سترگ فرهنگ ماست دیوارهای طبقه همکف موزه بریتانیا پوشیده از نگاره ها و سنگ نخستین یلنامه بشری است همچنین برخی از اونها رو میشه در موزه لوور به تماشا رفت بریم و بنگریم که نیاکان ما چه در سر و دست داشتند من نیز به راستی هر بار که به تماشاشون میرم دمی در برابرشون میستم و شگفت زده از این همه هنر زیبایی و اندیشه بر خودم میبالم و اگرچه کبوتری تازه پر و بال درآورده باشم شوق بال زدن و بالاتر رفتن و بالاتر رفتن در من پر میکشه این سنگ ها ستون ایستادن منه ایوان پرواز من به سوی آینده و فرداست